مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب محمدی. حکومت با دانشگاه‌های ایران داره چه کاری میکنه، خصوصا از حیث علمی چه سیاستی رو در پیش گرفته؟ به نظر من این یک سیاست شترگاو پلنگی هست. در یک محدوده‌ای دانشگاه ها کاملا در چارچوب های سوسیالیستی عمل میکنن، یعنی بین 25 تا 60 درصد صندلی ها رو سهمیه ها پر میکنن که سهمیه ها معمولا خانواده شهدا، اعضای بسیج و کسانی هستند که به حکومت نزدیک هستند. در مقابلش حکومت یک بخش سرمایداری هم داره. این فروش صندلی ها کاملا در چارچوب های سرمایداری معنا پیدا میکنه که بین آنچنان که در خبر هم گفته شد بین 14 تا حدود 30 درصد رو قرار صندلی ها رو بفروشند. بنابراین از آنچه که میماند، یعنی در حدود شما حدود مثلا 25 تا 60 درصد رو یک رقم 15 تا 30 درصد هم بهش اضافه کنید، چیزی در حدود 10 تا 20 درصد میماند برای اقشاری که نه ثروتمندند و نه دستشون به حکومت میرسه. این کوچکتر شدن در واقع فضای عمومی، فضای منزلتی، چون دانشگاه کارکرد اصلیش دادن منزلت هست، ایجاد فرصت هست، فضای فرصت‌های شغلی و فضای منزلتی رو برای اقشاری که دستشون به دهنشون نمیرسه و به حکومت هم نمیرسه، این فضا رو کوچکتر و کوچکتر داره میکنه. یعنی حکومت داره به حدود 70-80 درصد جامعه میگه شما از هیچ گونه امکاناتی، نه تنها فقیرید، بیکاری، امکان افزایش فرصت رو هم در آینده نخواهید داشت. جناب محمدی، این چه بر سر پتانسیل علمی کشور میاره؟ خب ببینید، اونهایی که ظرفیتشو دارن، دانش آموزانی که خوب هستن در مدرسه ها، موفق هستن، هنوز هم هستن در مدارسی در کشور، مدارس دولتی که دانش آموزان نخبه‌ای با استعدادی در اونها پرورش پیدا میکنن، اینا رو به سوی خارج دارن. اینا میتوانند اسکولارشیپ بگیرن، میتونن در واقع امکاناتی رو پیدا کنند در دانشگاه بدون اینکه هزینه‌ای بپردازن. دانشگاه‌های غربی اونها رو میپذیرند. این فرار مغزها رو تشدید میکنه. در یکی دو ماه اخیر من از دو منبع شنیدم، یکی در ایتالیا، یکی در کانادا، که در کلاس‌های فوق لیسانس چیزی بالاتر از حدود 70 درصد دانشجوی ایرانی هستند. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه اینها نه در شرایط حاضر خودشون رو در دانشگاه‌های موجود می‌بینن و نه آینده‌ای در ایران پیش پای خودشون می‌بینن. بسیاری از اینها هم قدرت این رو دارن، ظرفیت این رو دارن که در دانشگاه‌های غربی بتوانند از امکانات اون دانشگاه استفاده کنن، حتی اگر امکانات مالی کافی نداشته باشند. جناب محمدی، این که شما اشاره کردین در واقع سرنوشتیه که برای جوانان، مردم ایران میشه متصور شد. با کشور چه میکنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید. ببینید، کشور در چارچوب جمهوری اسلامی یک کشور اشغال شده هست. مقامات جمهوری اسلامی اصولاً برای نیروی انسانی، برای محیط زیست، برای منابع کشور هیچ ارزشی قائل نیستند، مگر اینکه در خدمت بقای نظام، مگر اینکه در خدمت منافع قشر حاکم باشه. اصولا اونها توجهی ندارن به اینکه منابع انسانی، مغزها از کشور خارج میشن، نیروهای ماهر خارج میشن، سرمایه ها خارج میشن. اصولا برای اونها اهمیتی نداره. ممنون از شما، مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک.